سلام، با خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز شنبه چهارم ماه سنبله سال 1391 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 25 ماه آگست سال 2012 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. گشته شدن بدرالدین حقانی پسر جلالالدین حقانی در وزیرستان شمالی. نگرانی مجلس نمایندگان از افزایش نامنی ها در کشور. با انتقاد بریتانیا از ادامه نقض حقوق بشر در ایران. شجازکی هستم با مشروع خبرهای ساعت. بدرالدین حقانی پسر جلالالدین حقانی در یک حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی در وزیرستان شمالی کشته شد. روزنامه‌های آمریکایی می‌نویسند که در این عملیات 18 جنگجوی طالب کشته شدند و 14 تن دیگرشان زخم برداشتند. ما تا کنون آمریکا این خبر را به گونه رسمی تایید نکرده است و شبکه حقانی نیز در این باره چیزی نگفته است. در این حال شما را از آگاهان بدین باورند که با کشته شدن بدرالدین حقانی بر راهبرد جنگی این شبکه هیچ تغییر رونما نخواهد شد. نیویورک تایمز از زبان برخی از مقام‌های استخباراتی ایالات متحده آمریکا می‌نویسد که مدارکی در دست دارند که نشان می‌دهند بدرالدین حقانی فرمانده عملیاتی شبکه حقانی در حمله‌های اخیر هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی در وزیرستان شمالی کشته شده است. علائمی وجود دارند که نشان می‌دهند بدرالدین حقانی دیگر زنده نیست. ما منتظر اطلاعات بیشتر به ویژه تایید قتل وی در صفحه‌های اینترنتی شبکه حقانی و شورشیان دیگر هستیم تا قتل وی یقینی شود. در همین حال شماری از آگاهان حمله های هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی را بر نابودسازی هراس افغانان در پاکستان اثرگذار می دانند، اما تاکید می آورند که با کشته شدن بدرالدین حقانی بر راهبرد جنگی این شبکه هیچ تغییری رونما نخواهد شد. تا که ما چشمه های استراتژیست یا استراتژیست های جنگی که به اینا صاحب امتیاز پلانگذاری جنگ هستن او رو ما اگر خطا نکنیم ما گمان میکنیم که در اینجا ایت نمو تغییرات نخواهد آمدن. این یک نیروی هست در دست ایسای در دست پاکستان که تا وقتی که همه در درون خاک پاکستان عملیات زمینی در علای اشان نشود به این هوایی بدون پیلوت و حملات یا درون حملات نمیتونه که ما القاعده و تروریسم محو کنیم و نابود کنیم. بدرالدین حقانی 30 ساله بود و معاون شبکه حقانی و رئیس بخش عملیاتی این شبکه بوده است. امنیت ملی افغانستان سال گذشته اعلام کرد که بدرالدین حقانی عملیات تهاجمی یک گروه انتحار کننده را بر هتل کانتیننتال نیز بر عهده داشت. این در حالی است که ملا دادالله یک فرمانده طالبان پاکستانی با 12 تن دیگر نیز به روز جمعه در یک حمله هوایی نیروهای خارجی در ولسوالی شیگل ولایت کنر کشته شد. در این حال اعضای خانواده حقانی در تماس با بی بی سی خبر مرگ بدرالدین حقانی را تایید می کنند. شمار از اعضای مجلس نمایندگان خواهان پیدا کردن یک رای حل از سوی رئیس جمهور کرزی برای جلوگیری از افزایش نامنی ها در کشور هستند. این نمایندگان میگویند که چرا حکومت برای جلوگیری از کشته شدن مردم رای حل را نمی سنجند و در این باره یک لویه جرگه را برگزار نمی کند. در این حال برخی از نمایندگان میگویند که نامنی ها در کشور به گونه افزایش یافتند که میانگین روزانه 30 تا 40 تن به علت های گوناگون کشته می شوند. شهلا مرتضایی گزارش می دهد. نشست عمومی روز شنبه مجلس نمایندگان بدون حضور معاونان و منشی های این مجلس برگزار شد. در این نشست اعضای مجلس نمایندگان درباره موضوع های گوناگون به ویژه افزایش ناامنی ها در کشور بحث کردند. شماری از نمایندگان از افزایش ناامنی ها سخت شکایت دارند و آوردن امنیت را در کشور از وظایف حکومت می دانند. مسبب یا مقصر اصلی خون مردم افغانستان کیا خواهد بودند؟ چرا حکومت، چرا ما همه بی تفاوتیم؟ چرا رای حل آخری نمی سنجیم؟ چرا نمی آیم یک لوی جرگه دیگر دایر نمی کنه حکومت افغانستان که بینون رفت از این قضایا چی است؟ در مسائلی که به منافع شخصی یک شخص برمیخوره لوی جرگه را دایر میکند، آیا به منافعی که امروز مردم افغانستان کشته میشه آیا رای حل و بیرون رفتی برای ازی حکومت افغانستان دار یا نداره؟ من از شورای ملی و از شخص شما تقاضا دارم در رابطه با وضعیت امنیتی جدا یک بالاخره کمیسیونی یا بالاخره یک جلسه فوق العاده بگیریم و این ارزیابی بکنیم که چرا و چی گونه از کجا و چه عاملی داره که ناامنی عوضی که کم شود
نه امنی عوضی که مهار شوه و این بالاخره زیاد میشه، افزایش پیدا میکنه و تلفات بالاخره در شمال اونمو رقمی که شما هم گزارش دارین 17% بالاخره افزایش یافته. اما برخی دیگر از نمایندگان یکی از راههای از میان برداشتن ناامنی ها را به اجرا گذاشتن بخشی از احکام اسلامی در کشور میدانند. یک روز دیده نشد که گفته باشه که فلان انتحاری اعدام شد، فلان اختطافچی بالاخره قصاص شد، اعدام شد. خب این نشد، از این طرف میگه گرفتیم، از اون طرف شاید از دروازه دیگه از این در وارد کنه، از دروازه دیگه بیرون شد. ایچی بسا که بعضی از وکلای ما هم واسطه شده این رابطه که حرفا را هم داریم. بیاین یک کاری بکنیم، بیاین سری دولت یکیم با جناب رئیس جمهور صحبت شود، با قدرت اجرایی صحبت شود. از اویی که در هر روزی ما 40-50 نفر از دست بیدیم، بیاین یک اختطافچی را در ملای عام اعدام کنیم که مردم بیدان. با این همه به علت حضور نداشتن معاونان و منشیهای مجلس نمایندگان و تکمیل نبودن نصاب، آجندای روز شنبه در مجلس اعلام نشد و این نشست بدون به بحث گرفتن آجندا پایان یافت. در این حال گزارش های وجود دارند که ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان هنوز در پاکستان به سر میبرد و از آنجا افغانستان را آماج قرار میدهد. فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان میگوید که ملا محمد عمر و بسیاری از فرماندهانش در پناهگاه های مسئولشان در پاکستان بسیاری از جوانان را که زیر تاثیر روانی این گروه قرار دارند برای انجام حملات انتحاری به افغانستان میفرستند. جان آلن در مقاله‌ای که در واشنگتن پست به چاپ رسیده است نگاشته است که نیروهای جهانی میتوانند افغانستان را به یک صلح پایدار برسانند. بیشتر از حضور و فعالیت‌های گروه‌های هراس افغان در خاک پاکستان گزارش شدند. گروه‌هایی که به باور فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان بیشتر حمله‌ها را در افغانستان سازماندهی می‌کنند. با این همه جنرال آلن از فعالیت‌های ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان نیز در بخش‌هایی از پاکستان پرده برمی‌دارد. ملا عمر در پاکستان به سر می‌برد و بسیاری از فرماندهانش از پناهگاه‌های مسئولشان یعنی پاکستان صدها جوان بیچاره و کسانی را که از لحاظ روانی زیر تاثیر رفتند به مرگ در افغانستان می‌فرستند. اما این جوانان باید از این کار دوری گزینند. اما کم توجهی جامعه جهانی بر بخش‌های از کویته پاکستان، جایی که بیشتر گواه حضور و فعالیت‌های زیردستان ملا محمد عمر است، نگرانی‌هایی را به همراه شده است. شورای کویته آزادترین، فعالترین شورا در کویته پاکستان هستند و اونا دسترسی به منابع زیاد بشری در مدارس دارند و بیشترین عملیات‌ها را در حقیقت اونا هماهنگ می‌کنند و توسط افرادشان از سایر حوزه‌های پاکستان مانند وزیرستان یا پشاور به پیش می‌برند. ملا محمد عمر کدام مشکل در پیشروش در کویته وجود ندارد. نه تنها به ملا عمر وجود ندارد، در مجموع اعضای شورای کویته با کدام مشکل در کویته مواجه نیستند. نفوذ مخالفان مسلح دولت در نیروهای امنیتی افغان و کشتن سربازان خارجی نیز در این روزها نگران کننده بوده است. اما به نظر می رسد که فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان این همه را سبب ناتوان شدن ماموریت نیروها در افغانستان نمی داند. هر نمونه این حمله ها فاجعه اند و ما از آن سوگواری می کنیم. اما رهبران نیروهای افغان و نیروهای جهانی به گونه بی پیشینه در تلاش کاهش این گونه رویدادها هستند. برای نگهداری از سربازان خودمان تلاش می کنیم. به تازگی کابل سازمان های استخبارات کشورهای بیرونی را در راه اندازی حمله های نظامیان افغان بر هم قطاران خارجیشان دخیل دانسته است. حمله هایی که از آغاز سال روان میلادی تا اکنون جان در حدود 40 سرباز خارجی را به شمول 25 سرباز آمریکایی گرفته است. در عملیاتی که وزارت دفاع ملی را اندازی کرده است، تمرکز بیشتر به ولایت‌های شرقی و بخش‌های نزدیک به مرز دیورند است. هدف این عملیات که مکنون در بخش‌های از کشور جریان دارد، نابودسازی هراس افغانان، تامین امنیت شاهراها و فراهم ساختن زمین‌های بازسازی و حکومتداری خوب گفته شده است. وزارت دفاع ملی یک بار دیگر بر نابودسازی لانه‌های هراس افغانان و بسیج آنان در بیرون از کشور تاکید می‌ورزد. ولی آریان گزارش می‌دهد. همزمان با گسترش فعالیت های طالبان در بخش های از کشور به نظر می رسد که نظامیان افغان و خارجی هم برای نابودسازی آنان جدی تر شدند. ظاهراً تمرکز نظامیان افغان و خارجی بیشتر بر بخش هایی است که همواره گواه فعالیت های هراس افغانان به ویژه طالبان بوده است. بیشتر در عملیات نوی تمرکز شده روی ولایاتی که تعداد بالا دارند و نزدیک خط دیورندند.
و باز در ولایت هایی که نزدیک خط دیورندن بیشتر تمرکز شده به ولایت شرقی افغانستان. قرار است پاکستان هم عملیات نظامی را برای نابودسازی طالبان پاکستانی و شبکه حقانی در وزیرستان شمالی را اندازی کند. اما کابل انتظار دارد تا همه لانه ها و مراکز آموزشی و سازماندهی حمله های هراس افغانان در بیرون از کشور نابود شوند. افغانستان خانه ازی است که تمام پایگاه ها و قرارگاه هایی که برای تعلیم و تربیت، تجهیز، تمویل، سازماندهی در شتاب افغان ها هست و از اونجا به افغانستان من اونا برچیده شه. چگینگی از اون باز خوب مربوط به خوده کشورهای مربوط هم میشه. راه های زیاد غیر قانونی میان مرزهای افغانستان با پاکستان وجود دارند که هراس افغانان به ویژه طالبان از همین راه ها از پاکستان داخل افغانستان می شوند. اما هنوز هم محافظه نشدن این راه ها از چالش های بزرگ در جلوگیری از رفت آمد هراس افغانان از خاک پاکستان به افغانستان بوده است. در این حال ارتش ایالات متحده آمریکا مشغول انجام حملات سایبری در برابر شورشیان در افغانستان است. یک جنرال ارتش آمریکا به گونه نامنتظر افشا ساخته است که پنتاگون در حال انجام عملیات سایبری بر شبکه های اطلاع رسانی شورشیان در افغانستان است. در این گونه حملات اطلاعات کامپیوتری شورشیان آماج ویروس ها قرار می گیرند و از فعالیت های آنان به گونه محرمانه در اینترنت نظارت می شوند. اکنون روشن شده است که پنتاگون افزون بر جنگ گرم، جنگ اطلاعاتی یا جنگ اینترنتی را نیز در برابر طالبان و گروه های شورشی دیگر در افغانستان به پیش می برد. یک فرمانده ارتش ایالات متحده آمریکا در افغانستان برای نخستین بار می پذیرد که پنتاگون از چند سال به این سو مشغول نفوذ در شبکه های اطلاعاتی شورشان در افغانستان بوده است. من می توانم برایتان بگویم که من به حیث یک فرمانده در سال 2010 میلادی در افغانستان از عملیات سایبری در برابر دشمنان خودمان کار گرفتیم و این عملیات در بیشتر حالات موفقانه بوده است. ما قادر بودیم تا در شبکه‌های اینترنتی دشمن داخل شویم، نظم فرماندهی آنان را متاثر بسازیم و جلو حمله‌های سایبری دشمن را بر شبکه‌های خودمان بگیریم. پیش از این پنتاگون نیز اعلام کرده است که برای مبارزه با هکرهای سایت‌های اینترنتی و جلوگیری از حمله‌های آنان به زیرساخت‌های اطلاعاتی و ریاکتورهای هسته ایالات متحده آمریکا راهبرد جنگ سایبری را با هکرها طراحی کرده است. جنگ سایبری به نام‌های جنگ الکترونیکی و جنگ از راه اینترنت نیز یاد می‌شود و در این جنگ برای نابودسازی و یا هم آسیب رسانیدن به اطلاعات در کامپیوترها و شبکه‌های اینترنتی از طریق اینترنت تلاش می‌شود. نیروها را در حال صورت می‌گیرند که بالاسوال نامنهاد طالبان را با 8 طالب دیگر در ولایت میدان بردک بازداشت شدند. بابن ریاست وایت‌های ویژه پلیس می‌گوید که این افراد در عملیات شب هنگام نیروهای ویژه پلیس از بالاسوالی سید آبادین ولایت بازداشت شدند. وی می‌افزاید که این افراد با سازمان استخبارات نظامی پاکستان ارتباط نزدیک داشتند و شمار زیاد از غیر نظامیان را در شهرهای کابل غزنی کشتند. رفیع صدیقی در این باره گزارش دارد. یک گروه 9 نفری به فرماندهی انزیرگل ولسوال نامنهاد طالبان در ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک به تهم دست داشتن در چندین قتل غیر نظامیان و جاسازی ماین‌های کنار جاده از سوی نیروهای ویژه پلیس در جریان یک عملیات 4 ساعته بازداشت شدند. معاون ریاست عمومی وایدهای ویژه پلیس میگوید که این گروه بیشتر غیر نظامیان را به اتهام کار کردن در نهادهای دولتی و غیر دولتی در شهرهای کابل غزنی از موترها پایین میکردند و سپس به شکل فجیع میکشتند و چند روز پیش نیز یک ترجمان را در همین شهرها حلق‌آویز و سپس تیرباران کردند. هزاران هموطن غریب و بی‌دفاع و بیچاره ما که از این مسیر در حرکت بودند، یا طرف کابل یا از کابل به طرف زون غرب یا زون جنوب غرب، اینا از وسایط پایین میکردن، این اشخاص و افراد به شکل بیرحمانه و فجیع از بین میبردن، یک بد امنی و وحشت را اونجا برپا کرده بودن. وی از نهادهای عدلی و قضایی میخواهد تا این افراد را به سختترین مجازات به کیفر برسانند. وقتی که در پنجه قانون داده میشه و رضای پاداش داده نشه، اینا مجازات شون و اشد مجازات شون که دیگراش پند بگیره و ملت افغانستان هم آفرین برای شما بگه که ارگان عدلی و قضایی ما و مجرمین به اشد مجازات محکوم میکنه. معاون ریاست وایدهای ویژه پلیس میگوید که این گروه راست افغان با سازمان استخبارات نظامی پاکستان و القاعده پیوند نزدیک دارند.
و در نتیجه ماین‌های جاسازی شده از سوی این گروه 5 سرباز آمریکایی در ولایت میدان وردک نیز کشته شده اند. ادامه خبرها از طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز. وزیر امور خارجه بریتانیا از ادامه نقض حقوق بشر در ایران سخت انتقاد می کند. ویلیام هک می گوید که حکومت ایران همواره حقوق بشر را در این کشور نقض کرده است. با ادامه این کار ننگ و نماد از رفتار شرم آور رهبران ایران است. از سوی دیگر آژانس جهانی نیروی هسته ای می گوید که انوسام اختلافات اساسی با ایران در پیوند با فعالیت های هسته این کشور پا بر جا هستند. وزیر خارجه بریتانیا از ادامه نقض حقوق بشر در ایران سخت نگران است. ویلیام هیک با اشاره به افزایش اعدام‌ها به ویژه اعدام 4 تن از اعضای اقلیت عرب در ایران و روشن نبودن سرنوشت سکینه محمدی آشتیانی، زنی که به سنگسار محکوم شده است، میگوید که ادامه نقض حقوق بشر به انزوای بیشتر حکومت ایران خواهد انجامید. افزون بر انتقادها از نقض حقوق بشر در ایران، ادامه فعالیت‌های هسته‌ای این کشور همواره با انتقاد غرب روبرو بوده است و گفتگوهای هسته‌ای اخیر میان ایران و آژانس جهانی نیروی هسته‌ای در شهر ویانا نیز به نتیجه پایان یافتند. اختلافات مهم میان ایران و آژانس جهانی نیروی هسته‌ای مانع رسیدن به توافق شد و در حال حاضر ما برای یک نشست دیگر برنامه‌ای نداریم. در همین حال نماینده ایران در آژانس جهانی نیروی هسته‌ای میگوید که پیشرفت اندک برای از میان برداشتن برخی از اختلافات به دست آمده است، اما برخی از اختلافات هنوز هم پابرجا هستند. آژانس جهانی نیروی هسته‌ای می‌کوشد تا حکومت ایران را وادار سازد که به بازرسان این آژانس اجازه نظارت از منطقه نظامی پارچین را بدهد، اما تاکنون ایران به این خواست آژانس جهانی نیروی هسته‌ای پاسخ مثبت نداده است. و اکنون نگاه زودگذار داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. موج تازه از خشونت‌های قومی و سیاسی در شهر کراچی پاکستان جان 10 تن را گرفت. به گفته مقام‌های امنیتی ایالت سند، کشته شدگان مشمول غیر نظامیان و نظامیانند و در بخش‌های گوناگون شهر کراچی از سوی مردان مصالح ناشناس آماج قرار گرفتند. این مقام‌ها از بازداشت چندین تن در پیوند با این خشونت‌ها نیز خبر می‌دهند. در انفجار در ونزوئلا 7 تن کشته شدند و 48 تن دیگر زخم برداشتند. به گفته مقام‌های امنیتی ونزوئلا، انفجار یک تانکر گاز در یک از بزرگترین پالایشگاه نفتی این کشور زیان‌های مالی نیز به بار آورده است. در این پالایشگاه روزانه 645 هزار بیلر نفت تولید می‌شود. اتاق تجارت صنایع با انتقاد از شهرداری کابل میگوید که در نبود قانون ساختمان‌های تجارتی شهرداری کابل از سرمایه گذاران پول گزافه را به نام حق الخدمت درخواست میکند که این کار سبب توقف کار ساختمان‌های بازرگانی در شهر شده است. اما مسئولان شهرداری کابل میگویند که کار روی پیشنویس مقرره ساختمان‌های اساسی و تجارتی جریان دارد و به زودی این مشکل حل خواهد شد. مسئولان اتاق تجارت و صنایع و شماره از سرمایه گذاران بخش ساختمانی میگویند شهرداری کابل به نام های مختلف از هر جریب زمین ملکیت سرمایه گذاران تا $1,000,000 میخواهد که این پول حتی بیشتر از بهای زمین است. اتاق تجارت و صنایع میگوید اگر به این مشکل بیدرنگ رسیدگی نشود، هیچ کس در بخش ساختمان به ویژه در شهر کابل سرمایه گذاری نخواهد. این یک رقم بسیار بالایی است و هیچ مورد منطقی نداره برای این رقم و این باعث شده که بسیاری از پروژه های کلان ساختمانی که در کابل میتونه به هزارها جای کار ایجاد بکنه و به دولت هم عاید بسازه و چهره شهر هم تغییر بده، این به خاطر این مسئله متوقف ماند. مون پر در سر وقت ده سنگ پا کم حساب اخلی داول مون ساتی مزک اخلی یک رای استملاکو بیا بیرت پتاسی منی پا داغ بای خرسو مون گرتول استملاکو تو باید مشت پیسی راکی. هرچند مسئولان اداره کنترل ساختمان‌های اساسی شهرداری کابل این مشکل را نه تایید و نه هم رد می‌کنند، اما می‌گویند با ساخته شدن مقرره ساختمان شهر کابل این مشکلات حل خواهد شد. برای مقرره ساختمان‌ها در مجموع کار داریم. انشاءالله در یکی دو هفته آینده ما به نتیجه خود رسیدیم و انشاءالله روانش می‌کنیم به شورای وزیران. یک طرح جامع است که نه به تاجرای مسلمه برسه و نه به دولت کدام مشکل برسه. اتاق تجارت و صنایع میگوید در نبود قوانین و مقرره های لازم در بخش ساختمان سازی در ساحات بازرگانی شهر کابل، این تصمیم شهرداری کابل زمینه را برای فرار سرمایه ها فراهم می سازد. تا پایان امسال کار ساخت بخش سوم راه آهن خاف هرات تکمیل می شود. وزارت فائدامه میگوید که این راه آهن با 4 بخش تقسیم شده است که تاکنون 2 بخش آن در خاک در داخل خاک ایران از این کشور ساخته شده است
و قرار است که بخش سوم آن در خاک افغانستان نیز از سوی ایران تکمیل شود. در این حال معین وزارت فایدامه میگوید که تنبیل بخش چهارم این راه آهن را بانک توسعه آسیایی به دوش گرفته است. ساخت راه آهن خواف هرات نزدیک به 7 سال پیش آغاز شد. این خط آهن با درازای 191 کیلومتر ساخته می شود که نزدیک به 124 کیلومتر آن در افغانستان قرار دارد. اکنون وزارت فواید عامه می گوید که ایران کار ساختن دو بخش این خط آهن را که در داخل خاک آن کشور قرار دارد تکمیل کرده است و در نظر است که تا پایان سال روان خورشیدی بخش سوم این خط آهن که 62 کیلومتر درازا دارد با هزینه 75 میلیون دلار نیز از سوی ایران تکمیل شود. در تفاهمنامه با ایران شامل است که دو سکشن داخل خاک ایران است و سکشن سوم داخل خاک افغانستان است. سکشنی که داخل خاک افغانستان است توسط کمک بلایواز کشور همسایه ایران ساخته میشه. معین وزارت فواید عامه میگوید که بر بنیاد قرارداد این خط آهن بخش چهارم آن که از ولسوالی غوریان تا شهر هرات است باید از سوی افغانستان ساخته میشد، اما به تازگی بانک توسعه آسیایی تمویل این بخش را به عهده گرفته است. رای آهن خواب هرات از پروژه های مهم و زیربنایی در افغانستان دانسته می شود، زیرا با بهره گیری از این رای آهن مسئولیت ترانزیت کالاهای بازرگانی کشور تضمین می شود و افغانستان گذشته از بندرهای ایران از طریق شبکه خط آهن به ترکیه و اروپا نیز راه پیدا می کند. و این هم قیمت بعض از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 51 افغانی و 45 پول، یک یورو 63 افغانی و 90 پول، یک درهم امارات 13 افغانی و 85 پول، 1000 روپیه هندی 940 افغانی، 1000 تومان ایرانی 24 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 545 افغانی. خبرهای ورزشی رو همکارم تقدیمتون می کنم. سلام دوستان، این همچند رویداد ورزشی. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در برابر استرالیا با میدان می رود. این دیدار یک روزه جهانی کرکت در ورزشگاه شارجه برگزار می شود. این دومین بار است که افغانستان در رقابت های یک روزه جهانی کرکت با میدان می رود. پیش از این افغانستان در نخستین دیدار رقابت های کرکت یک روزه جهانی در برابر پاکستان قرار گرفت و آن بازی به سود پاکستان پایان یافته بود. ورزشکاران افغانی که در اتریش زندگی می کنند یک دور رقابت های قهرمانی فوتبال را در آن کشور برگزار کردند. در نخستین روز این رقابت ها تیم های فوتبال افغانستان نوین و اتحاد لنز در برابر هم قرار گرفتند و سرانجام این دیدار با تساوی بدون گل پایان یافت. این رقابت ها با حضور 16 تیم از ورزشکاران افغانی که در اتریش زندگی می کنند برگزار شدند. این رقابت ها زیر نام جام رمضان برگزار شدند و دو روز ادامه خواهند داشت. تیم ملی کرکت نوجوانان افغانستان با پذیرفتن شکست در برابر سریلانکا مقام دهم جهان را به دست آورد. در دیدار پایانی رقابت های کرکت جام پلید که در استرالیا برگزار شد، بازی را نخست افغانستان آغاز کرد و در 50 اوور 195 دوش را برای سریلانکا هدف تعیین کرد. سریلانکا هدف تعیین شده را انجام داد و با پیروزی در برابر افغانستان مقام نهم جهان را به دست آورد. این رقابت ها با حضور 8 کشور که از ادامه رقابت های کرکت جام جهانی نوجوانان حذف شده بودند برای به دست آوردن مقام نهم و دهم برگزار شده بودند. و اینکه تیم فوتبال جوانان شیرخان خیل مقام اول رقابت های قهرمانی فوتبال ولایت کاپیسا را به دست آورد. در فرجامین دیدار این رقابت ها تیم نوجوانان شیرخان خیل با 1 گل امید باختر را شکست داد و به قهرمانی رسید. ادریس از تیم جوانان شیرخان خیل با زدن 6 گل لقب آقای گل را به دست آورد و عتیق الله لقب بهترین بازیکن را از آن خودش ساخت. مقام سوم این رقابت ها به تیم فوتبال امید شیرخان خیل رسید. این رقابت ها با حضور 8 تیم به گونه لیگ در میدان ورزش حصه اول کوهستان برگزار شده بودند. چگونگی هوای فردا را همکارم تقدیم می کند. فردا کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 19. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 27. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 27.
جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 25. و سرانجام در شهر هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 17. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. از شما دعوت میکنم که با برنامه‌های دیدنی طلوع با شبکه جهانی طلوع نیوز باشد. وقتتان خوش. خدا نگهدار.